به نظر تو یعنی اینها قبلش دسیسه کرده بودن که این کار بشه؟ من اینو نمیدونم، ولی من اینقدر میدونم که امام موسی صدر با خمینی مخالف بود و بعد از اینکه حتی بازداشت شد تا سالها تا مدتها در یک جای خیلی بدی نگهداری میشد که خامنه ای دلش واسش میسوزه حالا یا هر چی، اینو میخواد که استرداد کنن بیارن ایران تو اون محیط نگهداری کنن. حداقل این بوده که میخواسته آتو حداقل اون یارو چیزه نداشته باشه، لیبیایی یکی بود قذافی نداشته باشه. یعنی این تا زمانی که خامنه ای در واقع رهبر بشه تو لیبی بوده؟ آره آره. حالا تو لیبی بوده کجا بوده رو من نمیدونم، ولی من میدونم سال 85 تو ایران بود. یکی دو سال بعدم مرده. پیرمرد فرتوتی هم بود. بعد ببینید یه سوال، این اطلاعات رو اون زندان میگه برای وزارت اطلاعات درسته؟ توهی. ببین اون زندان مال وزارت اطلاعات هست خب، ولی تو وزارت ببین از اون زندان شاید تو ایران کلن 100 نفر نه 50 نفر یا 30 نفر با خبرن. یعنی چون که یعنی داخل زاغه که یعنی وزیر میدونسته، داخل زاغه وزیر اطلاعات میدونسته؟ نه بابا، وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات زوری راش میدن تو، وزیر اطلاعات چی میدونه؟ رئیس جمهور رئیس جمهور هم نمیدونه. از موضوع بازداشتگاه توحید تاها طاهری خبر داره، چون که مدت‌های از اول انقلاب به بعد بازداشتگاه دست مرتضی رضایی و تاها طاهری بوده و حبیب الله. خب حبیب الله، حاج حبیب الله خبر داره، تاها طاهری خبر داره، آقای دیگه بهت عرض کنم که این چیز خبر داره، احمد خزایی خبر داره. ببین اون کسایی که از زاغه دارن مواظبت میکنن، سربازا، اونا نمیدونن تو چه خبره ها. خب تو نمیدونن چه خبره. و کلن 20 نفر کل تیم حفاظتی که اون زاغه رو محافظت میکنن داخل 20 نفره، حدودا 20 نفرن. که تو چجوری فهمیدی که داخل اون چه کسایی هستن؟ ما رفتیم دوربینای تمام اونجا رو دادن دست ما دیگه. بذار یه چیزی بهت بگم. تو کشور یک سری مراکزی وجود دارن خب، که اختلاف بود که این مراکز امنیتشون در اختیار کی باشه از نظر سایبری و فنی سایبری. خب مثلا معاونت 332 وزارت میگفتش که من معاونت فنی وزارت اطلاعاتم، مسئول تأمین امنیت یا رسیدگی به امن کردن اینها یا اوورهالشون، نگهداری این سامانها من باید باشم. سپاه میگفت تو نهاد دولتی، من نهاد حکومتی هم، امور حیاتی رفت به نظام باید دست من باشه، تو امور مربوط به دولت رو مدیریت کن، زر زیادی نزن. دفتر آقا میگفت من جفتتون آدم حساب نمی کنم، قبول ندارم، جفتتون اونجور که باید من میخوام نیستی. دلیلش هم این بود که میگفتش که این اطلاعات انقدر مهمه که اگه دست تو باشه داستان میشه، دست تو هم باشه داستان میشه. یک نهاد مستقل مورد وسوق لازم بود. مثلا دوربینای دفتر آقا، دوربینای نهاد رهبری، تلفنای همراه منطقه، میدونی که از تلفنای اون منطقه شروع نمیشه.
خب تلفن‌های دفتر آقا، تلفن‌های داخل، موبایل‌های داخل، خب اجازه شنود نداره، وزارت نداره، سپاه هم نداره. تلفن‌های اونجا رو آقا داده به قرارگاه دفاع سایبری، خودش هم آدم گذاشته خب که کنترل کنن، شنود کنن همه پرسنل رو. یکی از به نام سید ضیاء هاشمی مسئولشه. بعد مثلا یه جای دیگه، مثلا مثل ستاد مشترک ارتش یا ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک کل ستاد مشترک سپاه دیگه، به درست که همین بازداشتگاه توحید، خب دیگه به درست بکنم که یا مرکز سپند که همون طرح فراسازمانی آماده دیگه، به درست کنم که دیگه 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 همینا میگه دیگه، چیز خاصی همچین نیست. اینا باید دست این باشه، یعنی اونا کنترلشون رو دوبین داستانه میکنن. زمینه که کل سام اون شست و خورده این نفری که میگی توی بازداشتگاه توحید بودن، دو تو چی؟ یه سریشون عرب هن، یه سریشون اسرائیلی هن، یه سریشون عرب هن، یه سریشون القاعده ای هن. خب دیگه باید عرض بکنم که روسی توشون هست، عرب توشون هست، اسرائیلی چند نفر هست، آمریکایی هست، به چه دردشون میخوره؟ ببین اینا کسایی هستند اونجا که من فهمیدم که به دلایل مختلف، مثلا بعضیاشون رو گرفتن، اگر ولشون کنن بد میشه، مثلا آبروشون میره، خب اگه ولشون کنن اون خب میگه کجا بودم، چی شده، چه خبر بوده. بعضیاشون نمیکشن. دلیلشون اینه که خامنه‌ای میگه که خب نگاش داره تا بمیره دیگه. از یه طرف اون آدم چون مخل امنیت نظام یا حالا حیاتی نظام، حالا به هر ترتیبی اینجوری فتوا داده، نمیدونم من جزئیات شرعیشو نمیدونم، ولی مثلا یکی مثل لوینسون یه گندی بود که تاها طاهری زد، بعد دیگه نتونستن جمعش کنن. از یه طرف روبویه شهروند آمریکایی تو ایران روبوده بودن، از یه طرف شهروند آمریکایی که روبوده بودن، حالا یه هزار تا مشکل پشت سرش داستانش بود، رفته بودن گردن نمیگرفتن که روبودیمش و اینها، چون تبعات داشت. 12 سال نگرش داشتن، به خانوادش گفتن کشت مرده، اینم قبرش، یه قبری هم تو پاکستان نشون دادن. میخواستن باجگیری کنن از بابتش، دیگه انقدر گوه زدن، گفتن دیگه آقا ما که دیگه اینو چیز کردیم، گردن نگرفتیم، ببرش اونجا، نمیدیمش هم دیگه. الان تنها راهی که این بچه آزاد شه اینه که مثلا یه سرویسی مثل پاکستان بیاد بگه که آقا ما اینو میگیریم با نظارت خودتون، یه حمله میکنیم به یه قاری، به یه گروه جندالله چیزی، میگیم اینو از اینجا گرفتیم، متوجه شدی؟ میگیم اینو از اینجا گرفتیم، این قدم الان پول بهتون میدیم، شما دارید اینو میدید به ما با آمریکایی مبادلهش کنیم. خب مثلا اسایس پاکستان بیاد اینو مبادله کنه، این تنها راه نجات این لوینسون مثلا. یا مثلا یه کسی دیگه مثل شایان کاویان، شایان کاویان مثلا تو ترکیه دزد رو بوده میشه، خب وقتی که رو بوده میشه میان، خب یه تلویزیون، شبکه تلویزیونی داشته، یه آدم با سواد فلان، چون پیامبرا و اینها همه اینا فوش میداده، اینا بیشتر سب و نبی اعدام. بعد گفتن اگر اینو اعدامش کنیم، خب به هر حال باید جسد به خانواده تحویل بدیم، پس دادگاهی باید تشکیل بشه و اینها، چیکار کنیم چیکار نکنیم. تبعات داشت، چون اون موقع خیلی طرفدار داشت، اینو بردنش بازداشتگاه توحید. وقتی بردنش بازداشتگاه توحید دیدن آبا از آسیاب افتاده، حالا میتونن اعدامش بکنن، ولی دیگه نمیتونستن از بازداشتگاه توحید بیارنش بیرون دیگه، این رفته بود توحید رو دیده بود، خب دیگه موند همونجا، درست شد؟
و مأمور عموما کسی که میره تو بازداشتگاه توحید دیگه اعدام نمیشه. تو آخه میگی بن لادن اونجا فهمیدی بوده، شد؟ پسر بن لادن اونجا بوده. خب پسر بن لادن ببین توحید یه بخش بیرونه. انفرادی داره یه بخش عمومی. پسر بن لادن که الان بیرونه که نه، ابراهیم یه مدت اونجا بود، یه مدت هم تو 209 نگهداری میشد، بعد آزاد شد که تو لحظه ای که بن لادن رو میخواستن دستگیر کنن تو پله ها کشته میشه، تو ویدیو هست. خب شخص خود بن لادن زنده است، درست شد؟ خود بن لادن ایرانه، زنده است.